خب دوستان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. و امروز چهارشنبه است، 23 اکتبر 2019 میلادی. قرار بود ساعت 2 اینجا باشم، تا 3 در ترافیک بودم از فرودگاه دالاس ایرپورت و همه دارن میسازن، ساختمون میکنن، تمام تابستون رو وقت داشتن. حالا چون هوا کمی سرد شده و گاهی بارون میاد و نگران تعطیلات کریسمس و تنکسگیوین و سال جدید هستن، به شدت مشغول کار شدن. از طرفی یه چیزی هست به نام بودجه سالیانه، اینا باید بودجه سالیانه رو همین امسال تمام کنن، خرجش کنن. اگه خرج نکنن سال دیگه بهشون پول کمتری میدن و چه ریخت و پاشهایی انجام میده دولت، شرکت های دیگه، که این پول رو به اصطلاح به موقع به مصرف برسونن و تموم کنن یا حقیقتا تلف کنن. خب دلیل دیر شدن برنامه من این بوده، ولی خب خبر خوب اینه که آمریکایی‌ها میگن بهتر دیر بشه تا اینکه هرگز نرسیم. توی رانندگی یه مقدار مواظب باشیم. من یه چیزایی والا تو جاده میبینم که آدم شاخ در میاره. مثلا کامیونه چون سنگینه، بار داره، بزرگه، میدونه فاصله بین خودش و ماشین جلویی رو زیاد میذاره، به قول اینا سیف دیستنس، یعنی فاصله‌ای که امن باشه و خوب باشه. خانمه داره رانندگی میکنه، یه دستش با بچهش داره شیر میده، با ماشین تقی میپیچه جلوی. من نمیفهمم خب این کجا کار داره که حاضر ماشینش تصادف کنه ولی 5 دقیقه دیرتر نرسه. 5 دقیقه هم نیست، همش نقل 2 ثانیه و 3 ثانیه است. دفعه دیگه که رفتیم تو جاده نگاه کنید ببینید اینایی که هی خط عوض میکنن، میاد این خط مثلا پشت سر شماست، میاد این ور، میره اون ور، میاد جلو شما، باز میره اون ور، باز شما میری جلو، اون میفته پشت سرت. یعنی یه دلیل این که ترافیک حقیقتا آهسته است یا اسلو میشه به خاطر همینایی هم که خط عوض میکنن. یادم سالها پیش جی گوردن لیدی میگفت که احمق، به اینا که چیز هستن میگفت اگر ترافیک ساعت 5 کششش 50 مایله، 50 مایله، حالا تو با سرعت میای پشت این یکی میزنی ترمز رد میکنی میری این ور اون ور، اعصاب خودت و دیگران خراب میکنی، ولی تو هم داری وسط 50 مایلی ها رانندگی میکنی و جایی برای فرار و جایی برای گریز نیست. و اما ببینیم خبرها چه خبر. باز بالاترین خبری که بود همین خبر آخوندزاده آقای روح الله زم بود که هر دم از این باغ بری میرسد. مدت ها بود یه اسمی به نام آقای نمیدونم نیکفر کی از استرالیا، اسمشم یادم میره، وفا نیکفر یا هم چیزی، این میاد به هر کسی هی میگه من 1 میلیون پول گذاشتم میخوام تلویزیون بزنم. تا الان چند تا ماجرا درست شده که حاصل این ماجراها اینجوری بو میاد که این آقا یه جورایی به آخوند ماخوندها وصله، طرف رو به پول و به وعده پول و اینها میکشونه و تحویل اونها میده. حالا یکیش تو گونی میره ایران، آقای شایان کاویانی و فولادوند و اینها، یکشم چون آخونده با ماشین بنز و نمیدونم با وسایل پذیرایی. و دیدید یه عده دیگه هم بلند شدن، اون دیوونه کامران کی بود قادری بلند شد رفت، 2-3 تا خلچل هم بلند شدن هی رفتن و اومدن ایران، هم اینا رو وقتی میگیره میبینه اصلا اینا ارزش گرفتن هم ندارن، چون اینا بعدا میخوان بیان بگی ما گرفتنمون معروف بشن، اونم بلده درس رو ولشون میکنه، میگه برید آقا برید شما دیگه خیلی خلی. در هر صورت دوستان این آخونده با اون ماجرایی که میگن دشمن رو دست کم نگیرید کاملا وفق میکنه، تطبیق داره. شما دشمن رو اگه دست کم بگیرین
اون میزنه شما رو داغون میکنه و این کار رو تا الان انجام بده. یه مقاله هست فکر کنم نیویورک تایم، اجازه بدیم من بازش کنم بهتون نشون بدم. میگه که ایران به وسیله فرستادن زائرین به کجا؟ به عراق، قدرتش رو داره به دنیا نشون میده. بتونم فقط پیداش کنم چون گذاشتمش اینجا، ولی بله اینها دیگه به زبان انگلیسی هم نوشته: A Shiite holiday turns into a test of Iranian power in Iraq. میگه یک تعطیل عمومی، حالا البته یک عزای عمومیه، 40 و 40 بوده. ببینید اینایی که میگن دیگه 99% برگشتن، ببینید چه کار میکنن اینها، اینا رو چجوری میبرن اونجا. و اینو نیویورک تایمز نوشته دوستان، نه تلویزیون لس آنجلسی و تلویزیون آخوند و اینها، نیویورک تایم. ببینید اینجا نگاه کن، ببینید چه خبر اونجا در عراق، حالا این کربلا و نجف و نمیدونم جاهای مختلفش. میگه که تست آف ایرانیان پاور این عراق، میگه قدرت یا زورآزمایی ایران، یا به قولی دندون نشون دادن. دندون نشون دادن رو حیوانات وقتی میخوام دعوا کنن قدرتشون رو به هم نشون بدن، دندوناشون رو نشون میدن که یعنی من هنوز دندون دارم سالم و فلان و اینها. و این آخوندا دارن به دنیا دندون نشون میدن، به ترامپ دندون نشون میدن که ما این هستیم، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، میتونیم توی سوریه نفوذ داشته باشیم، میتونیم توی ایران این کار رو بکنیم، توی افغانستان نمیدونم. و جالبه که توی افغانستان ایرانی ها چیز نمی کنن، ولی شنیدم که ایرانی های بیچاره در افغانستان گویا باید برن پناهندگی. اونم حالا براتون پیدا میکنم میخونم. و از این ماجرای روح الله زم دیگه خنددارتر چیزی پیدا نشد. بذارید من این عوض کنم بیام اینجا، چون حتی یادم آقای شادانلو میگفت که من این خانم نجفی رو میشناسم، ایشون چند سال ادمین بوده. میگم آقا جون شما خب از طریق روح الله زم از طریق ادمین میشناسین، حالا اگه چند سال میشناسید ایشون چند سال پیش نفوذ کرده بوده. اون چه مسلمه، میگن این خانم نه توی عراق، نه توی ترکیه، نه توی فرانسه، هیچ کجا دیده نشده و گویا از اول این رخنه کرده بوده. حالا بس تعطیل کرد، تلویزیون بنیان بود چی بود؟ بیان، تلویزیون بیان که یکی به من گفت که اینا پولشون از کجا میگرفتن و آقای فرهودی چقدر پول میگرفته و چقدر پولم به روح الله زم میداده. گفتم ای بابا من فکر کردم روح الله زم پول میگیره به این میده، میگه نه این از اون وری بوده. گفتیم اوکی، اون بسته شده، آمد نیوز بسته شده. بذارید اصلا بزنیم آمد نیوز ببینیم الان چی میبینه. و خیلی جالبه، روح الله زم این همه مدت یه سری بیننده و خواننده پیدا کرد، دو دستی اینا رو داد دست سپاه، حالا سپاه ازش استفاده میکنه. اینجا که من چیزی اصلا نمیبینم به نام آمد نیوز. و ببینیم اینجا تو این چیه، آمد نیوز، اینجوری بزنید توی گوگل ببینیم چه کار میکنه. بله، آمد نیوز دیلی، روح لازم ایران اصلا arrest exile journalist for funding unrest. خب روح لازم، من وبسایتی به نام آمد نیوز نمیبینم. میگه آمد نیوز یکی از وبگاه‌های فعال سیاسی در ایران است. آمد مخلفف سه کلمه آگاهی، مبارزه و دموکراسی است. مسئولان این رسانه خود را جنبش اعتراضی و مردمی میدانند. شما تو امروز میدونستید که آمد نیوز یعنی آگاهی و مبارزه و دموکراسی؟ من نمیدونستم. خب در اصل خبری ازش نیست، بسته شده. پایگاه خبررسانی فیسبوک آمد نیوز
ببینیم اینجاها چی گذاشتن، اینجوری که اون خانمه میگفت و اونجوری که حالا. جالب اینه که این آگاهی و مبارزه و دموکراسی اینا با این همه سر صدا و با این همه پول و خرج کردن و اینها 8533 نفر روی فیسبوکشون بوده، در صورت که این مردم تیوی نقلی کوچولو 8900 خورده. بماند، روزگار غریبی است. در هر صورت بریم من این خبر چیز رو هم براتون پیدا کنم توی برنامه. بله، چرا پناهجویان ایرانی به افغانستان درخواست پناهندگی میدهند؟ خیلی جالبه. گفت گهی زین به پشت و گهی زین به پشت، به جایی که گهی پشت به زین. agree and crow. خب این صفحه رو براتون بیارم و شما هم نظر بده. دیدم آقای خورسندی یه شعری با آب و تاب خونده، نه هادی خورسندی، داداشش منصور خورسندی، مانی خورسندی. و چه خوب میشد اگه میگفتن که این شعر مال خودشونه یا نه، ولی یه جایی به نظر من ایشون اشتباهی به سلاح گفت سلاح، اونجا من فهمیدم که این شعر مال ایشون نیست. البته این شعر رو به خاطر 70 سالگی گفتن، تولدشون رو تبریک میگیم. و جالبه اون روز که ما گفتیم همین آقای مانی چند بار ما بهش گفتیم نیومده برنامه بذاره، گفت من آقا پول میگیرم برنامه میذارم. گفتیم خب پس وایسا تا بیاین. افغانستان، چرا پناهجویان ایرانی به افغانستان درخواست پناهندگی میدهند؟ شهروندان ایرانی دومین جمعیت پناهجو در افغانستان، وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید که پس از پاکستانی ها پناهجویان ایرانی دومین جمعیت پناهجویان در افغانستان را تشکیل میدهند. طبق آمار دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، در حال حاضر 821 پناهجو در افغانستان زندگی میکنند. تحسن در برابر سازمان ملل برای یافتن مکان زندگی. همایون زارعان شهروند ایرانی است که از 6 سال پیش در افغانستان زندگی میکند. لیسانس موسیقی دارد و استاد این رشته هنری است. او ایران را به خاطر عقایدش در مخالفت با نظام سیاسی ایران و آنچه دگر اندیشی مینامد ترک کرده است. متولد اصفهان است. پدر و مادر و همسرش چند سال پیش درگذشتند. بیچاره همسرش هم فوت شده. نشته پدر و مادر و همسرش چند سال پیش درگذشتند. این شهروند ایرانی کشورش را به امید یافتن مکانی آرام برای زندگی و داشتن. خب ببینید دوستان، اگه هنرمند ما اینقدر نادانه، از اوضاع مملکت و دنیا و افغانستان و اینها خبر نداره که به دنبال یا با امید یافتن مکانی آرام برای زندگی و داشتن آزادی های حد اقلی ترک کرده است. آخه کسی ایران رو ترک میکنه میره آفریقا، میره افغانستان؟ به قول خوزستانی ها خدا رو کولت، والا اینها به ما حاضر شدن سالی 250,000 دلار بدن بریم اونجا تو دوره بوش. گفتم آقا من از ایران ول کردم اومدم اینجا، شما میخواین از اینجا منو بفرستین افغانستان؟ 250,000 دلار تو سرت بخوره. خب این پول خونمونه داریم میدین، تازه پولمونم میخواستن بدن ما نرفتیم. آخه هنرمند، استاد موسیقی که زنت مرده، مادرت مرده، پدرت مرده، اگر برادری داری، خواهری داری، تو همون ایران بمون، کمکشون کن، اونا کمکت کنن. آخه بیچاره، وسط 124,000 پیغمبر تو رفتی سراغ جرجیس؟ جرجیس میگن؟ چی میگن؟ خب اینم از این ماجرا. خلاصه روزگار غریبی است دوستان. کارایی که اینا میکنن، اینم عکسشه. این آقا نشسته با این خبرنگار صحبت میکنه. چرا پناهجویان ایرانی به افغانستان درخواست پناهندگی میدهند؟ خبر دوم میگه که اردوغان
گفته این YPG مال یا IPG مال کردا نمیتوانند با پوشیدن لباس رژیم در مرز ترکیه بمانند. حالا منظورش از لباس رژیم نمیدونم، منظورش لباس رژیم سوریان یا لباس رژیم ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه همین امروز اعلام کرد که در جریان سفر به سوچی ولادیمیر پوتین به او اطمینان داده که به شبه نظامیان کرد عضو یگانهای مدافع خلق YPG اجازه داده نخواهد شد تا با پوشیدن لباسهای رژیم همچنان در مرز ترکیه و سوریه باقی بمانند. تا حالا سه بار دو بار رژیم خوندیم، هنوز نفهمیدیم رژیم چیه، رژیم ترکیه، رژیم سوریه، خود کردا رژیمی را انداختن و لباس خودشون میپوشن. باز هم میخونیم منظور آقای اردوغان از رژیم دولت مرکزی سوریه است و رئیس جمهوری ترکیه نگران است که این شبه نظامیان، خب اگه دیگه لباس میپوشن که شبه نظامی نیستن، اگه یونیفرم و لباس به اصطلاح اون والا روزگار غریبی شده، اصلا همه چیزا به هم خورده، این شبه نظامیان در چهارچوب توافقی که با دولت بشار اسد داشتن یونیفرم های نظامی سوریه را برتن کرده و همچنان مواضع خود در مناطق مرزی را حفظ می کنند یا کردند. در جریان نشست روز سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، دو کشور بر سر این موضوع که یگانهای مدافع خلق و سلاح‌هایشان باید از مناطق مرزی تخلیه شود به توافق رسیدند. این موضوعی بود که قبلا در توافق ترکیه و آمریکا برای برقراری آتش بس در سرزمین‌های شمالی سوریه لحاظ نشده بود و پلیس نظامی روسیه وارد کوبانی شد. اینم از این. برگردیم به این صفحه خودمون و بریم سراغ پوشه خودمون، چون این خبرها رو شما خودتون زودتر از من خوندید و اگه اروپا باشید که 6 ساعت قبل، جای دیگه هم همینجور. و اما میگه که در یک کامیون در شرق لندن 39 جسد پیدا شد. اینو ما معمولا توی آمریکا، جنوب آمریکا، تگزاس و مکزیک و مرز اینها شاهد بودیم، یعنی شاهد بودیم که خبرها رو شنیدیم و تو تلویزیون دیدیم که بعض وقتا این بیچاره ها رو چنان توی این ماشینای باکس، قوطی تریلی، تعداد زیاد نگه میدارن که اینا نفس کشیدن براشون مشکل میشه، بعد معمولا بعد یه مدتی بیحال میشن، بعضی هاشون مقاومت داره بدنشون زنده میمونن ولی بعضی هاشون میمیرن. حالا این خبر رو از یورو نیوز براتون میخونم که توی بریتانیا این اتفاق افتاده. در یک کامیون در شرق لندن 39 جسد پیدا شد. یعنی دیگه شما فکر نمی کنید که توی لندن و اینجاها از این اتفاقا بیفته، ولی میفته. چرا؟ دنیا ریخته به هم. در یک کامیون در جنوب شرقی بریتانیا جسد 39 نفر شامل 38 فرد بزرگسال و یک نوجوان پیدا شد. این کامیون در منطقه صنعتی گریز واقع در استان اسکس در شرق لندن پارک شده بود و پلیس در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه یکم آبان جسد قربانیان را در قسمت بار آن کشف کرد. پلیس بریتانیا میگوید راننده این کامیون که یک مرد 25 ساله اهل ایرلند شمالی است، به ظن پیوند داشتن با کشف عجیب بازداشت شده است. یعنی راننده مظنونه، حالا گرفتنش بازداشت. پلیس در بامداد امروز شعاع بزرگی از منطقه را بر روی رفت آمد خودروها بس. این مسئله باعث بروز ترافیک شدید در اطراف این مکان
و ممنوعیت دسترسی به کارخانه ها و واحدهای صنعتی واقع در آنجا شده است. آندرو مارینز فرمانده پلیس منطقه اسکس به رسانه ها گفت این یک حادثه غم‌انگیز است که طی آن افراد زیادی جان خود را از دست دادند. تحقیقات ما برای تشخیص این که چه اتفاقی برای این افراد افتاده جریان است. وی با بیان این که کار تشخیص هویت جان باختگان در حال انجام است افزود که این کار ممکن است مدتی به طول بیانجامد. به گفته این افسر پلیس کامیون کشف شده احتمالاً از بلغارستان آمده و در روز شنبه 19 اکتبر 27 مهر از طریق منطقه هولی هد در ویلز وارد خاک بریتانیا شده است. بوریس جانسون گفته یکه خوردن. در پی اعلام کشف ده‌ها جسد ناشناس در کامیونی در شرق لندن، بوریس جانسون گفت که از شنیدن این خبر یکه خورده است. نخست وزیر بریتانیا بامداد چهارشنبه گفت من با شنیدن خبر این رویداد فاجعه بار در اسکس یکه خوردم. من نمیدونم چرا هی دوباره و سه باره می‌نویسن. واقعا این همون ماجرای انشا و دو صفحه باید بنویسین. هنوز این خبرنگارا و روزنامه نویسا و این مقاله نویسان ایرانی متاسفانه اسیر این مشکل هستن. ده بار یه چیزی رو می‌نویسن از بالا تا پایین. در صورت نوشته که یکی خورده ایشون. آخرین اخبار این رویداد به طور مرتب از وزارت کشور میگیرم و اکنون داریم ضمن همکاری نزدیک با پلیس اسکس بررسی میکنیم تا ببینیم دقیقاً چه اتفاق افتاد. با همه افرادی که نزدیکانشان را در این حادثه از دست دادن اظهار همدردی میکنند. در فجیع ترین حادثه از این نوع در بریتانیا در سال 2000 روی داد. 58 مهاجر چینی در قسمت بار یک کامیون حامل گوجه فرنگی پیدا شده بود. این هم یعنی اولین بار نیست، به احتمال زیاد آخرین بار هم نیست، مگر دنیا برسه به جایی که این مرزها و اینها از بین بره و بگن هر کسی میخواد هر جای دنیا بره زندگی کنه. راستی چی میشه؟ دوستان عزیز، در آمریکا آقای ترامپ دیگه واقعا دیوانگی رو به اوج رسونده، به حدی که دیروز سفیر خودشون در یوکرین که یک آدم با سابقه سیاسی خوب هست و هیچ برگ قرمزی یا رد فلگی در کارهاش نیست، آمد و 10 ساعت، یعنی 1 ساعت نوشته خودش، من 9 ساعت سوال و جواب. و بعد از این ماجرا دوستان طرفداران ترامپ به خودتون بیان، فردا این سربی مسخرتون میکنه ها، به خودتون بیان. این بابک عربی میگفت به خدا که تو خود خدایی. دوستان ریپابلیکنا، جمهوری خواها که از ترس ترامپ 2-3 سالی با این بودن، الان به ترامپ گفتن خودت رو حاضر کن، چون با این کثافت کاریایی که انجام دادی به احتمال زیاد قریب به اتفاق و اینها شما ایمپیچ میشی در هاوس. هاوس یعنی مجلس، به قول معروف مجلس شورای ملی شد. خب ببینیم که این کیه. یکیش گوردنه، یکیش مانیکان. از صبح تا عصر باور کنین اگه بگم 30 تا زنگ میزنن دروغ نگفتم. و من نمیدونم چرا یه قانونی نمیزنم. والا ما تلفنمونم به دونات کال لیستم رجیستر کردیم. به خود اینها هم یکی یکی میگیم بابا تلفن ما رو برداریم. یکیش زنگ میزنه میگه میخوام بدهی های مال دانشجو، میگم پر خرمه، اصلا توی مملکت نبودم. یکیش میگه نمیدونم برای سوشال سکیوریتی، میگم بابا ما مثل خر داریم کار میکنیم، سوشال سکیوریتی چیه؟ یکی دیگهش میگه نمیدونم چه بدبختی گرفتاریم. ترامپ
تحقیقات استیضاح خود را به مجازات خودسرانه سیاه پوستان تشبیه کرد. نه آقا، این لینچینگ مجازات خودسرانه نیست که. لینچینگ و شهرداری و شریف و دادگاه میگفتن فردا در میدان شهر جمع بشین. اصلا ما اینجا داریم لینچبرگ، بعد داریم میدان لینچ توی لیزبرگ، توی و شبا هم میان میگن اینجا روح اینایی که اینجا اعدام شدن به درخت کشیده شدن اینجا میچرخه. اینا از اینم پول در بردن، یه توری گذاشتن به نام گوست تور. گوست یعنی روح، اروا. گوست میگه که تور اروا میاد تو شب اینا رو میچرخونه. ولی دوستان، یک نگاهی به قیافه این مردک دیوانه بندازید شما و ببینید، الا مگر اینکه شما دیوونه باشید که تو سن 70 سالگی اگر کسی فکر میکنه این آقا همه چی داشته و پول داره بیاد خودشو، این که قیافش، این وضع مو، این وضع صورت، این وضع قیافه، اون وضع زن، اون وضع بچه عقب افتاده، اون وضع بچه های عقب افتاده، و اینکه هی میگه من ثروتمندم، من انقدر ثروتمندم که احتیاج نیست G7 رو ببرم در هتل خودم. برای که بهش گفتن آقا دیگه این کاری که داری میکنی عملا داری خودتو غیرقانونی، یعنی کارهای غیرقانونی انقدر میکنی که دیگه کاری به ایمپیچمنت هم نداره، کاری به استیضاح نداره، میان دنبالت. حالا ببینیم این ایرانی خبر رو به چه صورت نوشته. میگه استفاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از واژه تاریخی درباره سنتی نجات پرستانه در قبال سیاه‌پوستان آمریکا و تشبیه تحقیقات استیضاح خود به آن با واکنش‌های بسیاری روبرو شده. ببینید دوستان، این چقدر باید احمق باشه که مجلس آمریکا رو که خودش این قانون، مثل اونایی که ولایت فقیه رو قبول دارن ولی ایران رو قبول ندارن و چیز، اینم هم همینه. یکی به این بگه اگه تو قانون اساسی و مجلس خودتون قبول نداری، خب پس تام رئیس جمهور رو این مملکت نیستی. اگه قبول داری اونا قانونن دارن عمل میکنن، تو هم باید بیای قانونن عمل کنی. چیزی که هست انقدر کارت خرابه هیچ کسی، حتی جولیانی فاسد هم نتونست، و خود اونها هم یکی یکی دارن میرن پایین. یک بار دیگه دوستانی که دانسته یا ندانسته رفتید فکر کردید ترامپ ناجیه و منجی هست و شما را نجات میده، من نمیدونم شما را از چی میخواست نجات بده. کسی که تو آمریکا هست میخواد ترامپ نجاتش بده برای گردون ایران؟ آخه گیرم که این ترامپ به قول خودش عمل میکرد آخونده رو فردا میکرد بیرون. واقعا شما ها میرید ایران؟ آخه خجالت بکشید، به خودتون دروغ نگید، به دیگران دروغ بگید. بله، حالا نن مردم غریبن، نن من غریبن در میاره که این کاری که اینا با من میکنن مثل این میمونه که سیاه‌پوستا رو به درخت اعدام میکردن. آقا سیاه‌پوسته به درخت، نمیدونم بدبخت یه جایی رفته بود یا از اینایی بود که برده بوده فرار کرده بود، وقتی میگرفتنش برای این که از دیگران زهر چشم بگیرن این آقا رو یا چیزو میکشیدن به درخت و به اصطلاح اعدام میکردن. به این میگن لینچینگ و هیچ کاری به این مراحل قانونی که اینها دارن طی میکنن برای ترامپ نداره. چیزی که هست ترامپ رسیده به ته قابلمه و بادیه و ته دیگ و نمیتونه افرادی رو پیدا کنه که ازش دفاع کنن، دفاع در دادگاه، دفاع در مجلس شورای ملی اینها و الی آخر. دوستان عزیز، به احتمال زیاد روز جمعه با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. سعی میکنم با خانم دکتر بهیه جیلانی هم از فرانسه، از پاریس تماس بگیرم، با ایشون هم برنامه مصاحبه‌ای داشته باشیم و شما هم اگر مایل هستید مصاحبه کنید، درباره چیزی صحبت کنید، تا
تلویزیون مردم، بارها گفتیم از مردم، با مردم، برای مردم، فقط باید با حمایت مردم باشه. حمایت رو فراموش نکنید. از اون دوستی که اون روز توی برنامه وقتی ما صحبت از حمایت کردیم $100 فرستاده بود و اینجا نوشته بود ما نقدن پرداخت کردیم، من یکم گفتم من اصلا ایشونو اسمش رو نمیشناسم، چجوری نقدن پرداخت کرده. وقتی برنامه تموم شد رفتم به اصطلاح ایمیلامو چک کنم، دیدم اونجا از طریق پیپل کمک کرده. ممنونم، متشکرم از ایشون و امیدوارم حمایتاشون همیشگی باشه تا ما هم بتونیم همیشه با شما دوستان باشیم. دوستان نگاه کنید به این عکس و ببینید که شما دوست دارید توی همچین محیطی، توی همچین شهری زندگی کنید، حالا چه داخل این حصار، چه این ورش، چه اون ورش. این اسرائیل و لبنان هست. میگه یک پهباد اسرائیلی در جنوب لبنان سقوط کرد. خبرگزاری ملی لبنان و ارتش اسرائیل بامداد چهارشنبه امروز گزارش دادند یک پهباد اسرائیلی در جنوب لبنان سرنگون شده است. به گزارش خبرگزاری ملی لبنان ANI، یک شهروند لبنانی با اسلحه شکاری شخصی خود پهباد متعلق به دشمن اسرائیلی را در دروازه بوابه یا بوابه فاطمه واقع در دروازه فاطمه واقع در منطقه مرزی کفرکلا سرنگون کرد. خبرگزاری فارس ایران ویدیویی از زمان هدف قرار گرفتن این پهباد و همچنین تصویری از لاشه آن را منتشر کرده است. ارتش اسرائیل با صدور بیانیه‌ای خبر سقوط یک پهباد خود در خاک لبنان را تایید کرد. بنابراین بیانیه، پهباد اسرائیلی در حال انجام یک مأموریت عادی و توی پرانتز نوشته روتین، این خیلی جالبه ها، روتین رو به فارسی نوشته، بوده است. پس از انفجار دو پهباد انتحاری در آسمان جنوب لبنان و در نزدیکی دفاتر نهادهای وابسته به حزب الله در ماه اوت، دولت و ارتش لبنان موضع سختری در قبال ورود هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل به خاک این کشور در پیش گرفتند. اجازه بدید من همینجا از پتیک عزیزم تشکر کنم که ایشون هم لطف کرده و بهتون گفتم الان ایشون چند ساله هر دو ماهی به اصطلاح یه چک میفرستن برای دو ماه آینده و الان که هنوز اکتبر تموم نشده این بنده خدا نوشته بود با پوزش که دیر شد به اصطلاح حمایت های ماه نوامبر و دسامبر رو فرستادن. گفتم آقا ما ممنونیم از شما، والا شما اگه بدهکار به ما هم بودی اینجوری سر موقع که چیچ زودتر از موعد داری پرداخت میکنی. بنده خدا تازه میگه عذرخواهی هم میکنم، من ممنون و متشکرم و ای کاش ما 10 نفر حامی مثل پتیک داشتیم تا بدونیم که مطمئن باشیم که اینها وقتی قول دادن عمل میکنن. و اما اینم سفر مارک اسپر به بغداد و سرنوشت نیروهای آمریکایی خارج شده از سوریه. خانم نانسی پلوسی هم من دیدم خیلی اینور اونور داره مسافرت میره از عراق و افغانستان اینها. حالا ببینیم حاصل اینا چی میشه، دوباره جنگ و آتش سوزی و اینها در میدل ایست یا یک کمی میدل ایست صلح به اصطلاح روی صلح آرامش رو هم میبینه. میگه که بله، البته این سخنان متعلق به جناب روحانی نیست. گزیده های آخر روحانی گویا گفته اگه ما 40 سال نتونستیم به هدفون برسیم پس یه اشکالی داشته و باید همه پرسی بذاریم. من حقیقتش
همه جا گشتم که یک ویدیوی در این باره پیدا کنم، پیدا نشد. شما اگه ویدیوی نوشته ای از یک منبع موثق دارید که همین هفته پیش روحانی، حسن روحانی پرزیدنت رئیس جمهور ایران گفته که باید رفراندوم کنیم، لطف کنید برای من بفرستید. و اما میدونید که در عربستان رانندگی خانم ها آزاد شد، از اون ور رانندگی خانم ها آزاد شد، از این بعد ویدیوهای تصادفات ویدیوهای تصادفات اینا هم یکی پس از دیگری میاد. این یه ویدیوی بذاریم، من صداشو کم کنم چون ما که عربی نمیفهمیم. بعد نمیدونم اینا هم که ویدیو میگیرن چرا، مثلا این ویدیو رو شما نگاه کنید، حالا با تلفن گرفتن خب هیچ، آمده عکس یک مرد عرب رو هم کنارش گذاشته به عنوان لوگو، ایرانی هم که من اینو میگم اینو گذاشته اینجا. در صورت این میگه که رانندگی خانم ها و میبینید که ببینید این خود خطط الحادث هو بيفكر من ها مشكلة هذه ابن احنا والله متجاء الامم المتحدة ما تخطط الحادث. طيب وش المشكلة وش اللي صار الحين حريما وشون ارضعن بعض هاللون ابن احنا لنا اینقدر بعلان میکنه که ما نمیفهم چی. در اصل یه ماشین زده به اون، یکی رفته رو این، اینم زده به اون، مردم هم وایسادن نگاه میکنن. همین الان که من داشتم میمدم یک تصادفی شده بود، سه تا ماشین، اصلا آدم نگاه میکنه این ماشینا رو میگه اینا با چه سرعتی میرفتن که اینجوری زدن همدیگر رو داغون کردن. خب اینم رانندگی خانم ها در عربستان بود. البته از کجا معلوم که این خانم ها بودن راننده؟ یکی دیگه هم فرستاده دوستمون، باز از خلیج فارس، و نوشته که هنر نزد ایرانیان است و بس، یا هنر نزد ایرانیان است و بس. و بله، من رابطه این رو با ایرانیان نمیدونم چون اینا به نظر نمیاد ایرانی باشن، ولی خیلی جالبه دوتا مرد رو نشون میده که وایسادن و یکیش در دستش یک بشقابی هست که توی این بشقاب رنگ هست و دیگری هم یه جورایی چشماشو بسته، این یکی دستشو میزنه توی این رنگ. حالا ببینید چیکار میکنه. شما چی فکر میکنید؟ من اینا رو تو تلویزیونم دیدم، بعضی هاشون میان حتی با سند یا با ماسه روی یک ظرفی که زیرش لامپ روشن هست کارهای عجیب و غریب، نقاشی ها اینا میکنن، ولی این به نظرم یه جورایی با کامپیوتر درستش کردن، شایدم باشه. البته باز من نفهمیدم ربط این دوتا با هنر نزد ایرانیان است و بس چیه. خب یه ویدیوی دیگه ای هست، نوشتن نه به آن بینمکی و نه به این شوری شور. اینجا نگاه کنیم ببینیم که چه خبره. آها این یک آقای خواننده ای رو نشون میده که تماشاچیا، این جالب، بذارید ببینم شما رو یاد کی میندازه. اگه همسن من باشین، از من بسنتر، بالای 60 باشید و اینها، این ویدیو رو نگاه کنید. این خواننده ببینید توی دستش چیه. Hey!
کورستای خانمایی که اونجا هستن پرت کردن براش، این آقا هم برداشته جمع میکنه و میخونه. حتما یادتون هست خواننده انگلیسی تام جونز، الان پیر شده فکر کنم 80 سالش باشه، و جالبیه که چند سال پیش آمد همینجا توی ویرجینیا وولف تراپ، و باز هم اونجا هم خانم ها همین کار رو انجام دادن و خندید گفت که من اون وقتا جوون بودم که شما اگه شورتتون رو مینداختین ور میداشتم، الان دیگه شورت شما رو ور نمیدارم چون میدونم ممکنه هزار تا ویروس و جرم و اینها داشته باشید. یعنی حقیقتاً مستقیم داشت بهشون فوش میداد، میگفت کسی که شورتشو برای خواننده میندازه معلوم نیست این شورت کجا بوده، دست کیا بوده، چه کارها انجام شده. و اما یک ویدیوی دیگه هست، تغییر با زمان. آها، اینا رو من خیلی خوشم نمیاد، اینایی که از بیکاری نشستن و ویدیو درست میکنن، و البته خب براشون بعضیا پول سازه چون روی یوتیوب میذارن. فقط دیدم آقای مجتبی واحدی، بنده خدا، خب آقای واحدی هم تو ایران کار میکرده، کار مطبوعات و اینها، بعدم دوربر آقای چیز اون کروبی بود، روزنامه نمیدونم چاپ کنن، نشریه یزد بود، چی بود اینها، بعدم اومدن اینجا تو آمریکا. دوستان یه سال و نیم اگه پناهندگی هم اومده باشی دولت بهت پول میده، بعدش با بدوی کار کنی. یه چیزی هم ما ایرانی ها وقتی میایم میبینیم فلان ایرانی آمده کار کرده، ما باید بریم از اون جلوتر باشیم. بهتون گفتم یه دوستی داریم، این آقا فیروز، ما حرف قشنگی میزنه، میگه که ما ایرانی ها نسل اولی که آمدیم اینجا، هنوز نسل اول آمریکایی هم نیستیم، میخوایم از نسل چهارم ایتالیایی، ایرلندی، کشورهای دیگه بزنیم جلو، و همین هم هست، زدیم جلو. اونا هنوز خونه ندارن، اجاره نشینن، ما خونه داریم، اجاره نشینیم، ولی خونه داشتن، اجاره نشین نبودن باعث میشه به جای یک کار شما دو تا کار انجام بدی، به جای دو تا کار سه تا کار انجام بدی، بعد بچه‌تو نبینی، همسرتو نبینی، فامیلتو نبینی، با دوستات نباشی، بعدن که پولدار میشی و خونه داری و زندگی داری، قصه و حسرت یکی از اون روزا رو میخوری و حاضری نصف خونه رو بدی اون روز که نرفتی با بچه هات پارک، اون روز که نرفتی با دوستات والیبال بازی کنی، اون روز که نرفتی نمیدونم تفریح، دیگه بر نمیگرده. سعی کنی کار به اندازه کار، تفریح به اندازه خود، خواب به اندازه خود، خوراک به اندازه خود. و این هم این یک نامه‌ای برای من آمده بود، ایمیلی که نوشته بود کردها هر کجا که باشند ایرانی هستند. این درستش کردن، چون قبل از این نوشته بودن کردها هر کجا که باشند ایران است. گفتم آقا این که خب شما وقتی میرید تو عراق نمیشه بگید اینجا ایرانه، شما وقتی تو سوریه هستین نمیشه بگید من اینجا ایرانه، حالا عوضش کردن نوشتن کردها هر جا که باشند ایرانی هستند. بله این میشه. در رابطه با کردا من بهتون گفتم حقیقتش آدم دلش میسوزه، ولی از اون و یه جوری فکر کنید خود این رهبران کرد خودشون همچین آدمای با فهم و شعوری نبودن که این مردم کرد رو اینجوری دنبال خودشون کشیدن. و سابقه اینها، تاریخ اینها رو اگه بخونید میبینید سالها اینا از این شخص به اون شخص، از این دیکتاتور به اون دیکتاتور آویزان بوده هستند و خواهند بود. حالا خدا کنه اوضاع و احوالشون درست بشه، ردیف بشه، خوب بشه، و به اصطلاح الی آخر. ببینم دیگه براتون چی گذاشتم، ما هم کم کم جمع کنیم بریم. روز جمعه با شما هستیم. خب اینا تغییر با زمان و اینها رو خوندیم، کردها هر کجا باشن این، و میگه قابل توجه برنامه سازانی که با شیرین نجفی که همان خانم سودابه خورسند هست گفتگو میکنن. این آقای آرمان مجیدی
به صورت دست جمعی برای آقای نوریزاده و برای دیگران فرستاده، لطف کرده برای منم فرستاده. میگه که یک، این فرد که نه پاسپورت ایرانی دارد و نه ترابل داکیومنت، چگونه از مرز هوایی ترکیه به قول خودش با پاسپورت قلابی افغانستانی وارد عراق شده است؟ چگونه و به وسیله چه کسی ویزای ترکیه و عراق در این پاسپورت جعلی افغانی جعل شده؟ مگر وی جیمز باند است که به راحتی پاسپورت معتبر ولی قلابی با دو ویزا داشته باشد؟ چگونه ماموران ترکیه حین خروج و ماموران فرودگاه عراق حین ورود متوجه قلابی بودن پاسپورت وی نشدند و دوباره حین خروج از عراق و ورود به ترکیه هم ماموران متوجه قلابی بودن پاسپورت این خانم نشدند؟ برای تهیه چنین پاسپورتی با دو ویزای معتبر توسط جائلان حرفه‌ای و خلافکار باید هزینه زیادی پرداخت می شده. شیرین نجفی که به قول خودش یک پناهجوست، از کجا چنین پولی را پیدا کرده و داشته و پرداخت کرده؟ ایشان اگر راست می گوید که در ایران نیست، یک بار یک ویدیوی یک دقیقه‌ای در خیابان محل سکونتش بدهد. آقای چی گفتیم اسمشون؟ آقای آرمان مجیدی. ببین دوست عزیز، الان انقدر ویدیوهای لایو این ور اون ور وجود داره، من الان میتونم بشینم اینجا پشت سرم ویدیوی همین لحظه نیویورک، فلوریدا، نمیدونم سیدنی، احتمالا کالیفرنیا هم داره، بهش میگن لایو کامرا، یا فکر کنم لایو کم، بله اینو برید بزنید، همه جا پیدا میشه. حالا گیرم که ایشون نداشته باشه، خب از یکی تو ایران خواهش میکنه براش یه ویدیو میفرسن، بعد با کاراموکی اون ویدیو رو میذاره پشت سرش. اینا مهم نیست، مهم اینه که اصلا یکی به من بگه این آقای روح الله عزم با این تلویزیون بیانش، با اون تلویزیون، با رادیو آمد، با رسانه آمد نیوزش چه غلطی کرد. یه مشتی اخبار دروغی رو که خود وزارت اطلاعات میخواست به شماها گفت، شما هیجان زده شدید و هیچ برنامه‌ای هم نبود، همرم مسخره کرد، بلند شد رفت. خوش به حال اونایی که خودشون رو دست این ندادن. من واقعا برای آقای بیژن فرهودی ناراحتم که این بنده خدا الان دیگه با چه روی میتونه در مهمانی ها در گردهمایی های ایرانی جمع بشه. اینم از این. بله میگه ویدیوی حضور میلیون ها زائر در کربلا برای مراسم اربعین، اعتراض گسترده ایرانیان به تهاجم ترکیه به هم تیرگان کرد. اینم از این. حالا این ویدیو رو ببینیم و بعدم از حضور شما خداحافظی کنیم. میلیون ها نفر دوستان در عراق، یعنی ایران، آخوندها به ترامپ دندون نشون میدن که ما هر روزی بخوان میتونیم بگیم آقا هر کی میخواد بره عراق مجانی سوارشون کنیم و بیان با هم ببینیم. همام میشه طول داری استحیاتی و چهار روز قبل نوزده اکتبر 2019، امروز 23، این جمعیت رو نگاه کنید. حالا شما هی بشین هی بگو که هیچ خبری نیست. خب اجازه بدین ما هم از حضورتون خداحافظی کنیم، بهترین ها رو براتون آرزو کنیم تا روز جمعه باز با شما باشیم، و شما هم اگر موضوعی هست که میخواین در موردی صحبت کنید، خوشحال میشیم که به وسیله این تلفن 202 اجازه بدین 202 695 2573 یا پیام بذارید
یا تکس بذاری و دوستی پیام گذاشته در رابطه با آقای امیر طاهری صحبت کرده، ولی آخرش برای من ایمیل فرستاده بودن که من اینو برای خودتون گذاشتم. دوستان اول پیام بگید که برای منه یا برای همه است، چون من بعض وقتا وقتی یه نفر صحبت میکنه و میبینم خوب صحبت میکنه میگم اینو برای دوستانم پخش میکنم، دیگه اون موقع گوش نمیدم، میذارم سر موقعش 3 دقیقه برای دوستان پخش میکنم. وقتی پخش میکنی یه دفعه دوستون میگه من قرار نبود این موقع بیام، قرار بود اون موقع بیام. میگم خب دیگه اشتباه کردین، شما اشتباه شده. دوستان عزیز بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و با امید فردای بهتر، آیندهی روشنتر، روز روزگار بر شما خوش.